کرم بر من نقش بازی نکن، فقط به من بگو آقا جنسا رو کجا قایم کرده. جنس خب این جنس جنسش چیه آقا جان؟ ها راحت بگی جنسش چیه تا من روشن بگو روشن بشنو. شو از صبح تا الان نذاشی من یه باغچه را آب بدم. 200 کیلو مورفین، 400 کیلو تریاک. 200 کیلو. آره خیلی بزرگتر از اون مغز کوچیک توه. حق داری گیج بشی و تو امکان نداره ندونی کجا قایمش کرده. میگم آقا جلال شما خواب بودین بعد خواب دیدین. آله خواب بودین بعد خواب دیدین. 200 کیلو بعد کرم، قبل از اینکه این جنس دست آدمایی بیفته که نباید بیفته، من باید پیداش کنم و از بین ببرمش یا جابجاش کنم. اون که مرد، تو و من در خطریم. بعد پتش از ملت ببرت کرم. جون اون کسی که دوست داری به من بگو این جنس کجاست. تو میدونی کجاست. نمیدونی؟ دروغ که نمیگی. چه کسی داره بازی میکنه؟ قبلا هماهنگ نکرده بودی. آره بابا خودم هماهنگ کردم. حسین جان، جناب سرگرده بگیر. الو سنا جناب سرگرده. آره الان جلوی خونه مفخم هست. کسی داره باز نمیکنه؟ آره چیکار کنم؟ منم نگرانش. خب باش پس بریم داخل. باشه بعدا تماس بگیرم. خداحافظ. خیلی خوب من از دیوار میرم داره باز کنم. آقا کرم
متشکرم. کلم آقا کرم اونجا نیست حسین؟ دکتر ببخشید میخواستم یه چند لحظه وقتتون رو بگیرم. آقا ببخشید. خب چی فکر میکنید دکتر؟ شما فکر نمیکنید پای قفل در میاره؟ راستشون که از نظر پزشکی قانونی تشخیص بین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل در اثر خفه شدن در آب خیلی مشکله. من نمیتونم الان نظر قطعیمو اعلام کنم که این فرد رو به قتل رسوندن یا اینکه به صورت طبیعی در آب خفه شده. خفه شده به نظر من که به قتل رسوندم کاملا روشنه. اگر قرار یه نفر بیا توی استخر شنا کنه با لباس شنا نمی کنه نه؟ تازه این آقا کرمی که من میشناسم اهل شنا و استخر و جور چیزا نبود. کشتنش ما اینو با عنوان یه فرضی قبول داریم، ولی اجازه بدید که ما نظر قطعیمونو بعد از آزمایشات کامل خدمتتون تقدیم میکنم. ممنونم. یعنی شما در معاینات اولیتون هیچ آثار ضرب و شتم، خفگی چیزی دیده نشده؟ من که چیزی مشاهده نکردم. توی معاینات اولیه علت فوت متوفا خفگی، نرسیدن اکسیژن به بافتا و در نهایت ایست قلبیه. صحیح. خب نتیجه آزمایشات کی معلوم میشه؟ راستش گفتنش زیاد مشخص نیست، ولی من سعی میکنم طی یک دو روز آینده گزارش رسمیشو خدمتتون ارسال. پس من منتظرم. خواهش میکنم در خدمت. ممنونم دکتر. هر کمکی از دستم برگردم. متشکرم. بیچاره آقا کرم. سلام عزیزم. چی شده بابا؟ دادی بیداد میکنه؟ نه بابا چیزی نیست، یکم با هم جر و بحثمون شده بود. بابا میدونی که برای بابا خوب نیست. خیلی خوب، حالا بیا بریم یه چیز بدم بخور. چی شده؟ هیچی دیگه، طوری نشد. خب بابا رو ببینم. بابا
سلام بابا. فکر نمی کنم هیچ وقت یادت داده باشم همینطور سرزده وارد خونه بشی. چیزی نیست بابا، از دست من عصبانی. بیا بیا بریم. مریم بیا دیگه. شدین. من سو حیات صداتون زدم، شماها نشنیدین. اگه زنگ زده بودی حتما میشنفتیم. گفتم مامان با این پادر داشت نیاد دمه در، کار بدی کردم؟ مگه من مرده بودم؟ فکرم شاید شما خواب باشین. خواب این وقت روز؟ شما وقتی کار ندارین بعد صبحانه یه چرت میزنین؟ خودت میگی وقتی کار ندارم. خب نمیدونستم امروز کار دارین. حالا مگه چی شده؟ چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ چی میخواستی بشه؟ بهتره دیگه تمومش کنیم. خیلی وقت مریم رو ندیدی. نه مامان جون، حق با باباس. من کار اشتباهی کردم. نباید تو خونه خودم با کلید وارد میشدم. شرمنده. واقعا عذر میخوام. خدافظ مامان جون. وایسا ببینم بهت برخور. نه بابا جون، ولی برم بعدم بیام از که بهتره. اسماعیل تو هم خیلی تون رفتی. مگه مریم دفعه اولش اینطوری میاد تو خونه؟ وقتی مادر اینجوری بگه دیگه چه توقعی میشه از دختر داشت؟ مریم جون، بابات امروز از دست من عصبانیه، تلافیشو سر تو در میاره. تو به دل نگیر، یه دقیقه دیگه هم آروم میشه. حالا بیا بیا لباساتو عوض کن تا منم یه چیزی برات درست کنم بخوری. بیا عزیزم. نه مامان، برم راحت ترم. سخت نگیر دخترم، آدم که با باباش قهر نمی کنه. بیا به خاطر ماما. بیا بریم تو. پس من همینجا میشینم، راحت ترم. باشه، هر جور راحتی. من الان برمیگردم. باشه. چرا شما دعواتون شده بود؟ هیچی، مردا که به این سن و سال میرسن فقط بهانه میگیرن. بابا تو که میشناسی، خدا نکنه چیزی خلاف میلش باشه. پس شما منو فرستادی خونه خاله که تنها باشی و با خیال راحت دعوا کنی؟ تقریبا. مردا که پیر میشن دوست دارن با زنشون جر و بحث کنن، اگر نه اون روزشون شب نمیشه. بابا جواب مامانو نمیدی؟ بابا ها؟ تو خدا اخمتو وا کن دیگه، ببخشید. نه چیزی نیست بابا، چیزی نیست. ولی بابا من میدونم بابا چشه. میخوای بگم چتونه؟ چند وقته بابا منو ندیده، دلش برای من تنگ شده. درسته، میگم که بهانه میگیره. خب خاله چطوره؟ خوبه، نیم برد میسونم. دست و پا چطوره دیگه؟ درد و آه و ناله و... چرا؟ مثل همیشه. Thank you.
مریم رو زودتر ردش کن بره. خیلی خوب، اما اگه خیلی اصرار کنیم بیشتر به شک میفته. ببین تو نگران نباش، خودم یه فکری میکنم. هر کاری میکنی زودتر، من دیگه دارم کلافه میشم. وای ماما صدای چی بود؟ چیزی نیست، چیزی نیست، چیزی نیست. از اون حیات بود انگار. شماها باشین، من میرم ببینم چی شده. نگران نباش. چرا بابا رو راضیه؟ خب کی به خیلی خوب. خب شاید از تو کوچه بوده، نمیدونم. بالاخره ما بریم تو. باشه. چه تنها رفت، من بریم. اه مریم، مگه نشنیدی بابا گفت شماها نیایی؟ مامان. اه مامان نداره دیگه، وایستا. انگار صدای تفنگ بابا بود. بابا اتفاقی افتاده باشه؟ بابا مریم، بابا 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 چیزی نیست، بابا چیزی نیست، چیزی نیست. این چی شده بود؟ هیچی بابا، این تفنگم سر تاخچه بود، زامنش نزده بودم، سر خورد افتاد پایین شلیک. شما که این چخت تفنگت پر نبود؟ خب آخه میبینی که اینجا دره پیکره درست حسابی که نداره. آدم باز بپا چی میگه ماما؟ بابا چه میدونم؟ هیچی بابا، از وقتی مجید اینجوری شده میگه دیگه. برو چند وقت بود نایده بودمت، دلم برای تو خیلی تنگ شده بود. امروز با خودم گفتم دیگه خسته شدم، هر طوری شده مرخصی میگیرم میرم خونه. میگم اصلا برای چی من چبا خونه خاله بمونم؟ بعدم فکر کردم اگه بخواین بازم بهونه بیارین اینقدر خودم لوس میکنم تا قبول کنین. ولی ما که قبلا دربارش حرف زده بودیم. برای حرفتونم جواب آماده کردم. آخه بابا جونم قربونتون برم، بهتر نیست توی همچین شرایطی همه دور هم باشیم تا اینکه هر کدوم تنها یه طرف. تو یه دفعه دیگه هم همین حرفو زده بودی. چی بهت گفتم؟ گفتی به خاطر من. خیلی خوب، تو قرار بود دو ماه خونه خاله باشه، اما هنوز دو هفتم نشده. ما حرف زدیم نزدیم، تو قول دادی ندادی. آره ولی فکر نمی کردم اینقدر سخت باشه. چاره نیست، باید تحمل کرد. نمیتونم. حداقل اگه میدونستم چی کار داریم میکنین شاید راحت‌تر تحمل میکردم. به زودی میفهمی. تازه خوشحالم میشی، مطمئنم. مامان تو یه چیزی بگو. بی مریم جون، ما حرفامونو زدیم، قول و قرارامونم گذاشتیم. خب پس فکر کن دیگه، خب بحث نداره که. خیلی خب مریم، بهتره تو برگردی سر کارت، بذاری ما اینجا به کارمون برسیم. باش من میرم، ولی تو رو خدا بگین دارین چی کار میکنین؟ دارم یواش یواش مشکوک میشم. مریم نخواهش کن نمشکوک شو.
خیلی خوب، من تسلیمم، ولی بهتون قول نمیدم که خونه خاله زیاد دووم بیارم. و شما لطفاً کارتون رو سریع انجام بدین، چون دیگه به خدا حوصله‌ام داره سر میره، خسته شدم. خدافظ مامان. خدافظ مادر. مواظب خودت باش. ببین مریم جون، بابا یه روزا یکم از نظر روی ما بخره، تو بدل نگیر. خدافظ. خدافظ. به خاله سلام برسون. یکی از این جونورا خودش رسونده بود به تفنگ، نزدیک بود کار دستمون بده. تفنگ دم دستمون چی کار میکرد؟ گذاشتم پشت در مریم نبینه. تفنگو برده بیا. یادت باشه این کارت احمقانه بود، این باعث شد بعد از این با خشونت بیشتری باهات رفتار کنم. فهمیدی؟ آب بهش بده. تو از جون ما چی میخوای؟ این که شماها واسه کی کار میکنی؟ کی بهتون خط میده؟ از کجا جنس میاری؟ کجا آبش میکنی؟ چجوری؟ اولا من تو این بازی عددی نیستم، دوماً این کار بالا پایین نداره. از اون که تو پارک گرم گرم میرفوشه قربونت برم با اون که صد کیلو این ور اونور میکنه، بینشون فرقی وجود نداره، فقط جرمشون و اون منفعتی که میبرن همین. آقا جون همه اینا آقای خودشونن و نوکر خودشون، جون خودت هستن. ببین اون هم که نگاه میکنی اون نمایشه که یکی اون بالا میشینه، بعد هزار تا نوچه داره، اینا همه ارباب خودشونن همین. داری تفره میری؟ خب اشکال نداره، این رفیقت هم همین حرفا رو میزد، اما وقتی فهمید ما اهل شوخی نیستیم، اول مفخم رو معرفی کرد بعدم تو رو. آخه مگه من کیم قربون تو برم؟ منم یکی مثل خودش، ما با هم شریکیم، رفیقیم. یه موقع این جنس گیرش بیاد من ازش میخرم، یه موقع من گیرم بیاد اون ازم میخره. حالا آقا جون نه من رئیس اینم، نه این رئیس من. شکست نفسی میفرمایی؟ ای کاش همه مثل شما اینقدر فروتن بودن. نوکرتم، بالا غیرتم، انقدر تهدیدمون نکن بابا، بذار با هم رفیق باشیم، بذار با هم رو راست صحبت کنیم. اگه میخوای دروغ تحویلت بدم خیلی خوب، پس اون امری سلده، ولی اگه دروغ نمیخوای پس بذار حرفم بزنم. حق با شماست، رفاقت تو هر کاری حرف اولو میزنه، منتها این رفاقت یه چاشنی کوچولو هم داره، اونم صداقت و یه رنگیه. تو اونش هم داری؟ نوکرت هم هستم. آره دارم. خیلی خب حالا که اینطوری شد پس خوب گوشات رو واکن. آقای اسم شما چیه؟ اسماعیل. اسماعیل اسی جون. ببین عزیز دلم، اسی جون تو میدونی فرق ما با اون که تو پارک گرم گرم میفوشه چیه؟ آره اگه اونو هر وقت بگیرن یه چند گرم جنس همراهش داره، ولی اگه ما رو بگیرن هیچی جونتو نداری، حتی اگه خونمونم زندگیمونم شخ بزنن بازم هیچی پیدا نمی کنن. میدونی چرا؟ چون ما جنس معامله نمی کنیم، با حرف معامله میکنیم. به جون خودت تو تمام عمرم این جنسه که رد بدل کردم هنوز رنگشو ندیدم. آقا هیچ کس تو هیچ دادگاهی نمیتونه منو محاکم کنه. میدونی چرا؟ چون من جرمی نداشتم. آقا اعتراف و شکنجم دیگه تو دادگاه رده. حتی اگه این نادرخانی بره بگه من جنس فروختم به بهزادم بازم کشکه. میدونی چرا؟ خب باید ثابت کنی که نمیتونه. اسی جونم قربونت برم، تو ما رو برداشی گرفتی و بودی اینجا که چی؟ بابا تو احساساتی شدی،
آدم احساساتی هم زود میبازه. من دارم برای خودت میگم. بابا میخوای ده نفرم خودت دور خود جمع کنی که چی؟ ها؟ تو گفتی بچه‌ت ما کشتیم. خیلی خوب. نوکرتم. قبول. بابا خودش جون خودت مقصر بود. هیچ کسی به زور نذاشتم دهنش. خودش کشید. خودش لذتشو برد. خودش مقصر بود. حسنی جون تو این دنیا خیلی چیزای دیگه هم هست که ضرر داره. یکیش همین تفنگ دست خانومته که بیشتر وقتم دست خودته. آقا شماها باید با این تفنگ برین شکار کنین، نه که ما بدبخت داره بگیریم بیارین اینجا شکنجمون کنین. حالا اگر شما رو بگیرن بندازنتون تو زندان، مقصر کیه؟ اون تفنگ فروشه است یا شما که از این تفنگ دارین بعد استفاده میکنین؟ بگو دیگه. ولی این تفنگو فقط برای شکار نساختن آقا. توی تاریخ با این تفنگ خیلی کارا کردن. بعد خوبش هم مربوط به آدما بوده، نه خودش. خب منم همینه که گفتم. پس خفه شو دیگه، ما رو تهدید نکن. من که شما رو تهدید نکردم خواهر من. اگه یک بار دیگه به من بگی خواهر، با همین تفنگ یه گوله تو مغز کثیفت خالی میکنم. باشه چشم. اون چیزایی که شما دست بچه های مردم میدین تفنگ نیست، یه بمب ساعتیه. خوب و بدم نداره. همش کثافته. کثافت. ولش کن. این آدم ارزش جر و بحث نداره. این یکی از اون بمبای ساعتیه که میخوام به تطبیق کنم. چنان سیستم مغزت به هم میریزه که دیگه نمیتونی ادعا کنی آدم پاک و منزهی هست. ما صبر و حوصله‌مون خیلی زیاده، خیلی. چیه؟ چیه اینقدر ناله میکنی؟ چته؟ چته؟ حالم خوب نیست. چت میشه؟ نمیتونم. فشارم پایینه. دلم هم درد کنه. متاسفانه کاری نمیتونم واسط بکنم. میگم یه مورفین دیگه بهش بزن، شاید بهش عادت کرده باشه. نه نه، ناراحتی دستگاه گوارشی دارم. باید داروهامو بخورم. اسم دوات چیه؟ بگو برم واسط بخرم. نمیتونم. نمیدونم، باید نسخش باشه. این چیزهایی که ازت خواستم جون بکن، زودتر بگو تا بفرستمت خونت، زنت ازت پرستاری کن. من که هر چی میدونستم گفتم. گفتی؟ آره. چی گفتی؟ تو ما رو علاف کردی. اون از مفخم، این هم از بهزادت. میرم براش یه جوشونده دم کنی. برو. فقط ارواح همون بچه‌تون دهنمو نبندید. خیلی اذیت میشم. که داد بزنی ها؟ نه، میبندم، محکمم میبندم. روز بخیر. چه خبره؟ اون خانمه رو آوردمش، الان اینجاست. ولی یه جورایی خیلی ترسیده. چرا؟ مگه قضیه آقا کرمو گفتی؟ من نگفتم، ولی خودش میدونست جناب سرگرد. از کجا؟ نمیدونم، ولی یه جورایی حرفش رو عوض کرد و گفت که از خودتون شنیدم. صحیح. خب تو آدرس نادرخانی پیدا کردی؟ هنوز نه، ولی دنبالش هست. رضایی؟ این میتونه برای من سرنخ مهمی باشه. میدونم جناب سرکار. پس زودتر یه فکری بکن. چشم. سلام. سلام خانم. بشینید.
شما تا چقدر به قانون آشنایید؟ متوجه منظورتون نمیشن. از عواقب کتمان حقیقت هم حتما خبر دارید. کدوم حقیقت؟ حقیقتی که میدونستید ولی به ما نگفتید. من چیزی نمیدونستم. تفریح نرو خانم. اگه شما سکوت نکرده بودی شاید الان اون مشکرمی بیچاره زنده بود. دیواری کوتاه‌تر از دیوار من پیدا نکردی؟ خانم محترم، این حرفا دردی دوا نمی‌کنه. بگید ببینم، اون روزی که من خونه شما بودم و یه نفر شما رو تهدید به سکوت کرد، کی بود؟ هیچ کس. هیچ کس؟ بله، هیچ کس. دروغ میگی. شما حق نداریم با من اینجوری صحبت کنی. شاید، ولی حق دارم شما رو بازداشت کنم. برای چی؟ یک روز قبل از قتل شما با مقتول مشاجره کردید. منم شاهد بودم، یادتونه؟ خب، که دلیل نمیشه. دلیل نمیشه؟ بسیار خوب، بسیار خوب. شما اون روز بین ساعت 8 تا 12 کجا بودید؟ کدوم روز؟ همون روزی که مشکرم مرد. بازار. کجای بازار؟ رفته بودم لوازم خیاطی بخرم. شاهدم داری؟ توی بازار به اون بزرگی میتونم شاهد داشته باشم؟ پس شاهدی نداری. بسیار خوب، بسیار خوب. علی رضایی، یه لازم اینجا کاری داره. صدفان، این خانم مظنون به قتل آقا کرمه. بازداشت. بفرمایید خانم. بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید. جناب سرگرد. بله. من خونه بودم. مادرم هم شاهده. ولی مادرتون گفت شما خونه نبودید. اون دروغ گفته. خب الان هم ممکنه دروغ بگه. مگه شما شاهد نمیخواستی؟ متاسفانه دادگاه شهادت مادر رو قبول نمیکنه. یعنی شما واقعا فکر میکنین که من قاتلم؟ نیستید؟ هستم. اینا همه شبیه یه شوخیه فقط. نفهمیدم چی گفتین؟ عرض کردم همه شبیه یه شوخیه. ببینی خانم، اینجا ما با کسی شوخی نداریم. اگر قاتل نیستید ثابت کنید. البته نباید دروغ گفتن. من باید ثابت بکنم که قاتل نیستم یا شما باید ثابت بکنین که من قاتلم؟ ما که ثابت کردیم، حالا نوبت شماست. شما واقعا از من چی میخواین؟ آها، اینطوری خوبه. حالا درست شد. بفرم بشینید. من میخوام بدونم اون کسی که شما رو تهدید کرد کی بوده. باشه، همه چیزا میگم. من نشناختمش ولی به من گفت اگه چیزی در مورد مفخم بگم منو میکشه. مگه شما در مورد مفخم چی میدونید؟ چیز زیادی نمیدونم. خب در همین حدی که میدونید برام تعریف کنید. چیزای معمولی و پیش پا افتاده. خانم محترم، هیچ کس و هیچ کجا به خاطر داشتن اطلاعات پیش پا افتاده تهدید به قتل نمیکنن. شاید، ولی من واقعا چیزی از مفخم نمیدونم.
مفخم تو کار قاچاق تریاک بود؟ بله. البته مفخم هیچ وقت نمیذاشت من از کاراش سر در بیارم، بفهمم چی کار میکنه، چی کار است. اینم از کنجکاوی خودم بود که فهمیدم. بعدم که متوجه شدم ازش جدا شدم. وقتی هم که طلاق گرفتیم مفخم بهم گفت اگه در مورد این قضیه با کسی حرف بزنم حتما منو میکشه. اون کنا مرده، با خیال راحت هر چی دلتون میخواد بگید. بله، ولی من واقعا چیزی ازش نمیدونم. البته فکر میکنم که اگه نادرخانی رو بتونین شما اینجوری پیدا بکنین اطلاعات بهتری بتونین ازش بگیرین. در ضمن جناب سربرد، من فکر میکنم که این تلفنم شاید کار خود نادرخانی باشه. بله، دنبالش هستم. راستی قرار بود که یه آدرسی، نشونی، تلفنی چیزی از اون به من بدید. چی شد؟ گفتم بهتون وقت میخوام. اون روزم که وقت میخواستید. بعد از اون تلفن ترسیدم دیگه دنبالش رو نگرفتم. ترسیده بودید، بسیار خوب. اون کسی که با شما تماس میگیره هیچ صداشو نشناختی؟ نفهمیدی کی بود؟ برام خیلی آشنا بود، یعنی احساس میکردم که قبلا شنیدم این صدا رو. شایدم مثلا خود نادرخانی باشه. میدونید من اینکه بیشتر از همه اون الان خطر تهدیدش میکنه. نادرخانی میدونه که اگه من دهم باز بکنم زندگیش به هم میریزه. بعدش هم من فکر میکنم که شاید کرم رو هم نادرخانی کشته باشه، چون به هر حال کرم هم از خیلی چیزا با خبر بود. بنابراین شاید کار اون باشه. خیلی خوب خانم، من فعلا حکم بازداشت شما رو لغو میکنم. اگر شما واقعا میخوای به خودت و به ما کمک کنی باید با من رو راست باشید. این کارو میکنید؟ چی کار باید بکنم؟ اول اینکه نشونی یا تلفن این نادرخانی رو سریعتر برای من پیدا میکنی. دوم، اگر احتمالاً اون شخص باهاتون تماس گرفت یه قرار باش بذار، فوراً منو در جریان میذاری. سوم هم اینکه مراقب خودتون باشین و در خونه رو هیچ غریبه‌ای باز نکنید. حالا میتونی برید. بله، متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. تلفون کارت داره. کی عزیز؟ فکر میکنم همه آقایه باشه. برو دیگه. الو. آخرش کار خودتو کردی. شما؟ به همین زودی فراموش کردی؟ نه خیر، فراموش نکردم. فقط دلم میخواد بدونم شما کی هستین که منو تهدید میکنی. حرف زدنت عوض شده. معلومه سرگرده به دلداری داده، ولی زیاد گولیشو نخور. همین وعده ها رو به کرم هم داده بود. پس کشتن کرم کار شما بوده. سرگرده امروز چی کارت داشت؟ فقط چند تا سوال جواب ساده. و تو هم همه چیزو بهش گفتی؟ باید میگفتم؟ اگه عاقل بودی نه. عاقل بودم، ولی نه از ترس شما. پس به خاطر چی نگفتی؟ اگه یادتون باشه یه وعده هایی داده بودی. کادو؟ یه کادوی 5 میلیونی. اطلاعاتی که تو داری اینقدرها نمیارزه. حالا شاید اینا براتون اونقدری نیارزه،
ولی خب من میتونم اطلاعات با ارزشتری از اون بر براتون بیارم. زن زرنگی هستی؟ کسی که زن مفخم بوده و تونسته ازش طلاق بگیره باید زرنگ باشه. اگه کلکی تو کارت باشه چی؟ مگه تو این همه سال به مفخم کلک زدم؟ من روی پیشنهادت فکر میکنم، بعدن با تماس میگیرم. محبوب، مادر، تو هیچ معلوم هست داری چی کار میکنی؟ میخوام پول دارت کنم مادر. پول؟ پول دار؟ پولو میخوام چیکار؟ پولو میخوای چیکار؟ من سلامتی تو رو میخوام، پولو میخوام چیکار؟ عزیز جون، فردا ما رو از اینجا بندازم بیرون چیکار باید بکنیم؟ کجا رو داریم که بریم؟ خدا رو داریم، میریم پیش خدا؟ دادی بنده ها رو پیش خدا میبرم، نه پیش بنده ها. محبوب، از یادم حذر کن. محبوب، اینا خطرناکن. نه به اندازه مفخم. محبوب، حذر کن، دوری کن ازشون. عزیز جون، از زنده مفخم که چیزی به ما نرسید، شاید از مردش برسه. نمیخوایم مردش که زندش که برات کاری نکنم، مردش هم نمیخوام بکنه. من خودت رو میخوام داشته باشم. فقط ای کاش از اول به عقلم رسیده بود بهشون نمیگفتم مفخم تو کارو داری. چی داری میگوی با خودت؟ هیچی نمیگم عزیز، فقط فکر میکنم همه چیز داره شما در